در مورد تیسیه ها به بیماران بگون که طبق دستور دارو مصرف کنن نه اینکه هر وقت دلشون خاص و هشدار بدین که باز قطع نکنن اگر بهبود علائم رو مشاهده کردن چون عود بیماری رو داریم بعد از اینکه یک دوز موثر به دست اومد معمولا میشه کل دوز, دوز رو شبانه قبل از خواب مصرف کرد به خاطر اینکه اینها اثرات صداتی و خواب آور دارن خب برای اینکه عوارض جانبی به حداقل برسند یکی افت فشارخون خون هستش که بیماران در مورد این افت بعد بهشون توضیح بدیم که دوچار سرگیجه میشن سبکی سر میشن مخصوصا موقعی که دارن تغییر وضعیت میدن یعنی از حالت خوابیده به حالت نشسته ایستاده در میان که باید آهسته این تغییر وضعیت رو انجام بدن فشار خونشون بعد اگه بستری هستن اندازه گیری بکنیم اگه خیلی شدید باشه این افت تغییرات فشار خون خب بزشک... حتما مطلع باشه اثرات آنتیکولینرژیک که اینها رو برای اینکه به حد اقل برسونیم باز بعد به بیماران بگیم که این علائم چیا هستن خشکی دهان تاری دید فوتوفوبی احتباس ادرار یوبوست تاکیکاردی اینها به خاطر عوارض آنتیکولینرژیک هستش تعریق که با اینکه اینها خواص آنتیکولینرژیک دارن و باعث خشکی میشن اما میتونن تعریق بیش از اندازه رو ایجاد بکنن در افراد و میتونه باعث تعویز مکرر ملحفه و لباس بشه در این افراد اثرات صداتی و تیسیه ها هستش که اثرات آرام بخشی در هفته اول درمان شدیدتر به مرور کاهش پیدا میکنه توصیه بکنیم که از رانندگی و کارهای خطرناک خودداری بکنه و مصرفش توی شب بهتر هستش و مشکلات آرام بخشی در طول روز رو به حداقل میرسونه سمیت قلبی این داروها هستش که عملکرد قلب رو میتونن مختل کنن مخصوصا دزیپرابین این مشکل رو بیشتر داره تشنج هستش که آستانه تشنج رو کاهش میده برای, برای این کسانی که اختلالات تشنج دارن خیلی باید احتیاط کنن ممکنه که حملات تشنجی درشون بیشتر بشه هایپومانیا هستش شخص رو تی ها ممکنه از خلق خوی افسرده ببرن به سمت هایپومانیا این میتونه به علت یک بیماری دو قطبی نهفته باشه که فرد داشته باشه و سوینگ کنه یا تاب بخوره بره به سمت چی از حالت افسردگی بره به حالت مانیا به حداقل رسوندن تداخلات دارویی یکی با مهار کنندگان ما او نباید مصرف بشن ترکیبات تیسی ها و ما او اپیزود های فشار خون بالا و بحران فشار خون ایجاد میکنن برای همین نباید استفاده بشن خیلی یا خیلی باید با احتیاط مصرف بشن حواسون باشه به بحران و فشار خون همچنین عوامل که غیر مستقیم توسط تیسی ها اثراتشون کاهش پیدا میکنه مثل افترین آمفتامین ولی سمپاتومیمتیک های مستقیم تقویت میشه مثل اپینفرین دوپامی با عوامل آنتیکولینرژیک اینها چون خودشون اثرات آنتیکولینرژیک دارن اثراتشون افزایش پیدا میکنه و به بیماران در مورد مصرف داروهای مثل اسکوپولامین، آنتی هیستامین ها، فنوتیازین ها که اونها هم خواص آنتی هیستامینی دارن و ببخشید خواص آنتی موسکارینی دارن هشدار بدین و اینکه این, این داروها میتونن CNS رو تضعیف کنن بنابراین مصرف همزمانشون با الکل، مواد افیونی آنتیستامین ها، باربیترات ها، بنزودیازپین ها میتونه باعث تقویت این اثر ناخوشایند بشه که میتونه به بیمار صدمه برسونه. دسته دیگه که داریم مونامین اکسیداز این ها هستن یا ما این ها که ایزوکربوکسازید، فنلزین، سلجلین و ترانیسیپرومین رو داریم که ما تقریبا همه این داروها رو تو ایران داریم و فرم سلجلین به صورت فرم ترانسترمال یا در حقیقت پچه پوستی موجود هستش برای درمان افسردگی این داروها در حقیقت آنزیم ماو رو توی پایانه های عصبی مهار کنند. از این طریق باعث میشن که جلوی متابولیسم نوروترانسمیترهای مثل نورادرنالین، دوپامین و سروتونین گرفته میشه و میزان این ناقل های عصبی افزایش پیدا میکنه ما این ها به همون اندازه استسارای ها و تیسی ها هستن اما به طور بلغوه خطرناکترن و به خاطر تداخلات زیادی هستش که دارن و برای همین خط دوم درمان هستن فقط جای انتخاب اول هستن که بیمار دچار افسردگی آتیپیک باشه و میتونن باعث تحریک مستقیم سی بشن یعنی مثل اس ها و اس ها هستن و مثل TCA ها میتونن باعث افت فشار خون وضعیتی بشن یا ارتوستازیس ایجاد بکنن که یکی از علائم شایع ما این ویتورها هستش و همچنین ویت گین افزایش وزن هست خب تداخلات دارویی غذایی اینها بیمارانی که ماینی بطور مصرف میکنن نباید غذاهای حاوی تیرامین بخورن میتونه باعث اون بروز بحران فشار خون بالا و واکنش پنیر بشه که حالا یه خود بیشتر راجع صحبت میکنیم بحران فشار خون بالا رو میتونیم با وازودیلاتور های دقیقت وریدی مثل سودیوم نیتروپروساید، لابتالول، فنتولامین درمان بکنیم که کار تخصصیه و نباید با ماینهیبیتور ها با سمپاتومیمیتیک های غیر مستقیم مثل آنفتامین، کوکاین مصرف بشن میتونن که باعث بحران فشار خون بالا رو باعث بشن و همچنین با داروهای ضد احتقان مثل سودوفدروین آنتی استامین های دکونجستان که اینها داروهای در اوتیسی هستند، داروهای بدون نسخه هستند که اینها میتونن باعث بحران فشار خون و مرگ شخص بشن، استروک و حملات مغزی و قلبی رو به دنبال داشته باشن. مانهیبیتور ها نباید با SSR ها یا اسنارای SS... SS... ها یا سایر داروهای سروتونرژیک ترکیب بشن که منجر به سندروم سروتونین میشن خب اینجا یه سری از غذاهایی هستش که حاوی تیرامین هستند به هیچ عنوان بیماری که داروهای مانهیبیتور مصرف میکنه نباید این غذاها رو استفاده بکنه از سبزیجات آووکادو هستش مخصوصا اونایی که خیلی رسیده باشن یا در حقیقت غذاهای تخمیری مثل سویبین لوبیای سویا میتونه باشه ولی بیشتر سبزیجات مشکلی ندارن از میوه ها انجیر مخصوصا باز اونایی که خیلی رسیده باشن موز به مقدار زیاد اگه استفاده بشن گوشت هایی که مونده باشن فرمنته شده باشن دودی شده باشن ای ایج شده باشن یعنی مونده باشن اینها میتونن در حقیقت مشکل ایجاد بکنن یا کبد جگر که اگه مخصوصا تازه نباشه میتونه با هاوی تیرامین باشه سوسیس های باز فرمنته انواع سوسیس ها مثل سالامی پپرونی اینها میتونن ایجاد حاوی تیرامین باشن ایجاد سندروم دقیقه پنیر بکنن و واکنش پنیر بکنن ماهی ها مخصوصا باز اگه خوش شده باشن دودی شده باشن فرمنته شده باشن اینها میتونن ایجاد مشکل بکنن بنابراین ماهی های تازه مشکل نداره گوشت تازه مشکلی نداره ولی باید مطمئن باشیم شیر فراورده های لبنی اینها مخصوصا تمام پنیرها برای همین هم بهش میگن واکنش پنیر تمام پنیرها مشکل دارن البته مثلا پنیرهای مثل کریم اه، اه، کریم چیز در حقیقت پنیرهای خامه یا کات یا مثلا پنیر پنیرهای لبنه که داریم ماست شیر اینها مشکلی ندارن غذاهایی که حاوی مخمر هستن تو ایران کمتر داریم آب جو شراب و غذاهای دیگه مثل هم باید سوپ ها که ممکنه حالا خمیر های میگو یا در قطع های سویا اینها ممکنه که حاوی تیرامین باشن پس یک لیست بالای مواد غذایی رو بیمار باید رعایت بکنه که خیلی سخته برای بیماران رعایت این موارد و احتیاج به توضیح و در حقیقت اختار جدی داره چون هر کدوم از اینها اگه مصرف بشن میتونن باعث افزایش ناگهانی فشار خون و مرگ بیمار بشن غذاهایی که در حقیقت تیرامین ندارن ولی اثرات وازوپرسور دارن فشار خون میتونن ببرن بالا و میتونن باعث مشکل بشن مثل شکلات ها هستن که فنیل تیلامین دارن یا در حقیقت باقالا هستش که دوپامین داره میتونه باز همچین مشکلی رو ایجاد بکنه مخصوصا هایی که تخمیر شده باشن جینسنگ هستش و نوشابه های کافینه هستش که اینها میتونن مقادیر زیادشون اگه مصرف بشه میتونه باعث ایجاد بحران های فشار خون بشه خب بیماران پرخطر برای مصرف ما هیبیتور ها اونهایی هستن که از SSRI ها استفاده میکنن که نباید ما هیبیتور به هیچ عنوان مصرف کنن تا مگه اینکه SSRI ها رو قطع بکنن پاک بشه از بدنشون که دو هفته فلوکستین پنج هفته باید بگذره و بعد مصرف کنن برای بیمارانی که سایتوما، نارسایی قلبی بیماری کبدی اختلال شدید کلیوی نقص مغز عروقی شناخته شده یا مشکوک بیماری قلبی عروقی و فشار خون بالا دارن من مصرف دارن این داروها برای بیماران موسن تر از 60 سال به دلیل اسکلروز مغزی و در آسیب عروقی مرتبط با اون من مصرف دارن پس بیماران مسن نمیتونن مصرف کنن در بیماران که داروهای سروتونرژیک مصرف میکنن به خاطر ایجاد سندروم سروتونین باید با احتیاط مصرف بشن و با اسسارای ها البته نباید مصرف بشن و همچنین اس ها برای به حداقل رسوندن عوارض جانبی در مورد بحران فشار خون، تیرامین غذا، سمپاتومیمتیک های غیر مستقیم میتونن بحران فشار خون ایجاد بکنن. بیماران رو از علائم بحران فشار خون بالا مطلع کنین. این علائم چیا هستن؟ احساس اضافه سردرد شدید، تاکی کاردی، فشار خون بالا وقتی اندازه گیری می کنن. حالت تهوع، استفراغ، سردرگمی، تعریق زیاد اینها نشون دهنده احتمالا بحران فشار خون هستش عمدتا ما این هیبیتورها افت فشار خون میدن ارتوستازیز میدن و شایع هستش ولی در مواردی مثلا توی حالت های تداخلی میتونن بحران فشار خون ایجاد کنن که این خیلی خطرناک تره برای همین حواسمون به این باید باشه برای کاهش خطر بروز بحران فشار خون باید ما این هیبیتورها رو به بیمارانی که خودکشی میکنن یا پایبندی سفت و سخت به رژیم غذایی ندارن ممکنه مثلا برن تیرامین غذای حاوی تیرامین مصرف بکنن نباید بدیم خودکشی هم میکنن به خاطر اینکه ممکنه که یه دفعه ماونهیبیتورها رو با دوزهای بالا مصرف بکنن و اقدام به خودکشی بکنن اون لیست غذاها رو که برای بیمارا خطرناک هستن همونی که تو جدول قبلی بهتون نشون دادم بعد در اختیار بیمار قرار بدین بدون چه غذاهایی رو نباید بخوره و به بیمار توصیه بکنین هیچ داروی دیگه ای رو چه اون داروهایی که نسخه ای هستن چه داروهایی که بدون نسخه هستن رو بدون تایید روان پزشکشون مصرف نکنن چرا که این میتونه باعث اون تداخلات کشنده و بحران های دارو بشه گفتیم داروهای بدون نسخه مثل آنتیستامید کنجستان ها داروهای زده احتقان هستن اینها میتونن باعث بحران فشار خون بشن اما گفتیم شایع‌ترین در تیسی ها افت فشار خون وضعیتیه همچنین ویت گین هم هست البته افزایش وزن هم هست که در مورد افت فشار خون وضعیتی همون مواردی که تو تی سی ای ها گفتیم رو بعد به بیمار آموزش بدیم و برای اینکه تداخلات دارویی رو به حداقل برسونیم باید به بیمار بگیم که از تمام داروهای با نسخه و بدون نسخه بدون تجویز پزشک خودداری بکنه سمپاتومیمتیک های غیر رو با این داروها مصرف نکنه از ضد افسردگی های سه حلقه پرهیز کنه میتونه باعث بحران فشار خون بشه داروهای سروتونرژیک میتونن باعث سندروم سروتونین با این داروها بشن داروهای ضد فشار خون میتونن اثرات افت فشار خون این داروها رو تقویت بکنن و با مپریدین مصرف نشه چون میتونه باعث ایجاد هایپرترمی بشه داروهای ضد افسردگی رو میتونیم همشون استفاده کنیم ولی گفتیم خط اول SSRI ها و SNRI ها هستن به خاطر اینکه عوارض جانبیشون خیلی کمتر بود نسبت به TCA ها و ماینی بیتور رو هم که دیدیم و تداخلات دارویشون هم کمتر بود و پاسخ به درمان ضدافسردگی افسردگی به آرامی افزش پیدا میکنه یادتون باشه یک دفعه با اولین قرص و دومین قرص بیمار خوب نمیشه یک تا سه هفته طول میکشه تا بیمار خوب بشه و ممکنه که دوازده هفته طول بکشه تا به حد اکثر دهیش برسه پس بعد از معمولا دو هفته بیمار باید نشون بده که جواب داره میده به دارو یا نمیده و وقتی هم جواب داد و دارو مصرف کرد گفتیم ناگهان قطع نکنیم عود مجدد و شدیدی رو بیمار تجربه میکنه و معمولا پزشکان توصیه میکنن که چهار تا نه ماه درمان ادامه پیدا بکنه و بعد آهسته آهسته دارو قطع بشه اینم مهمه دارو رو یک دفعه نباید قطع کرد اگرم خواستیم قطعش کنیم باید به مرور دارو قطع بشه تیپر بشه به قول پزشکان کاهش خطر خودکشی ببینید داروهای ضد افسردگی خودشون در افراد در حقیقت کودک و نوجوان میتونن باعث مصرفشون باعث افزایش تفکر خودکشی بشه ولی خودکشی موفق رو به همراه نداشته اما یادتون باشه کلا در کودکان نوجوانان بزرگسالان یعنی غیر از افراد مسن پس اما کسانی که داروی ضد افسردگی مصرف میکنن مخصوصا توی اون یک ماه اول خطر اقدام به خودکشی با خیلی زیاده چون بیماران از اون حالت خلق افسرده و بی انرژی در میان انرژیشون افزایش پیدا میکنه ولی هنوز درمان کامل نشده بیمار هنوز افکار خودکشی رو داره و میتونه اقدام به خودکشی کنه پس باید حواسمون باشه این بیماران رو باید حتما چک بکنیم به اعضای خانواده توصیه بکنیم علائمی مثل استراب برانگیختگی حملات حراس یا همون پنیک بیخوابی تحریک پذیری خصومت رفتارهای تکانه‌ای هایپومانیا و ظهور افکار خودکشی رو تحت نظر داشته باشن توی این بیماراشون مخصوصا اونایی که تازه شروع کردن به درمان یا دوز داروشون رو عوض کردن یا در حقیقت دوره جدیدی از بیماری افسردگی رو دارن تجربه میکنن و باز درمان رو دارن شروع میکنن معمولا بیماران به حدی افسرده هستن برای خود و دیگران ممکنه خطرناک باشن اینها رو باید در بیمارستان بستری کرد همه اینجوری نیستن پتانسیل خودکشی رو باید با دقت ارزیابی بکنیم در هر ویزیت بیماران سرپایی بیمارانی که بستری نیستن باید به اندازه سهمیه یک هفته بهشون دارو داد تا معمولا چون یکی از راه های 50 درصد خودکشی های موفق با اووردوز با همون داروهایی هستش که به بیمار ما تجویز کردیم یعنی بیمار اووردوز میکنه با داروهایی که داره بس حواسمون باشه سهمیه یک هفتهشو بهش بدیم به همراه بیمار بگیم که دارو دستمون باشه و به اندازه مصرف هر روز بهش دارو بده که بیمار دارو زیادی دم دستش نباشه نسخه ها قابل تجدید نباشه اینها میتونن باعث بشن که خطر خودکشی و یا اتفاق خودکشی رو کاهش بدن و بهتره که برای بیمارانی که در معرض خطر خودکشی قرار دادن از مصرف تی سی ها و مو ها پرهیز بشه اس ها خیلی بهتر هستن چون تو اووردوز هم آنچنان مشکلی ایجاد نمی کنن. همچنین اس ها ترویج پایبندی به درمان هست به بیمار اطلاع بده که اثرات ضد افسردگی معمولا تا یک تا سه هفته به آرامی بروز میکنه انتظار نداشته باشه که با مصرف اولین قرص یا بعد از یکی دو روز حالش خوب بشه و این آگاهی رو وقتی به بیمار میدین یه انتظارات واقع بینانه تری رو در اون ایجاد میکنین و این باعث میشه که از درمان تبعیت بیشتری میکنه و بهش بگین که قطع ناگهانی دارو منجر به عود برگشت بیماری میشه در مورد اهمیت مصرف داروشون طبق تجویز بگین حتی موقعی که احساس بهبودی میکنن ناگهان داروشون رو کنار نذارن این باید یک دوره درمانی داره و طی بشه و چهار تا نه ماه مینترانس تراپی یا درمان نگهدارنده بعد از بهبودی داریم که این میشه برای بعضی تا یک سال یا دو سال هم ممکنه طول بکشه و بعد از اون بعد دارو آهسته قطع بشه در کل گفتیم که داروهای ضد افسردگی به ماونهیبیتور ها تی ها اس ان ها اس اس ها و ترکیبات ای تی پیک مثل بوپروپیون ترازودون میرتازاپین تقسیم میشن که راجع به اینا زیاد توضیح ندادیم مصرف داروهای ضد افسردگی تا ایجاد بهبودی حداقل دو هفته زمان لازم داره در صورتی که دارو موثر باشه و ممکنه که دارو بعد از دو هفته اثر نکنه ما ادامه میدیم تا چهار هفته و بعد ببینیم دارو موثر نیست اینجا لازمه که دارو رو عوض بکنیم پس بیمار دوچاره چی میشه دوچاره یک مصرف یک ماه دارو میشه که هیچ بهبودی براش نداشته و متاسفانه عوارض جانبی که راجع به دورها گفتیم با همون دوز اول خودش رو نشون میده و بیمار فقط عوارض رو تجربه کرده این یه خورده کار رو سخت میکنه احتیاج داره که به بیمار اطمینان لازم داده بشه آگاهی لازم داده بشه بدونه که چقدر احتمال داره که با داروی اول درمان بشه معمولا سی چل درصد بیماران با انتخاب اول درمان میشن و با تغییرات اگه درمان نشدن بعد از یک ماه با تغییر دارو یا اضافه کردن یک داروی دیگه معمولا این درمان میتونه تکمیل بشه و در هفته های اول تا زمان بهبودی خطر اقدام به خودکشی وجود داره حواسمون باشه خطرناکترین داروهای ضد افسردگی در مسمومیت تی ها و بعد از اون اما و ها هستن داروهای SSRI و SNRI کم خطرتر هستن سندروم سروتونین کشنده است و از افزایش بیش از حد یا ترکیب داروهای سروتونینی ایجاد میشه ترکیب SSRI ها با SNRI ها با ماین ها مخصوصا و بعضی از CCA ها و همچنین با ترکیباتی مثل ترامادول با ترکیباتی مثل لینزولید میتونن این آرزه ایجاد بشه ما ها دارای تداخلات غذایی و دارویی هستند این کار سخت میکنه مثلا تداخلات غذایی و مصرفشون نکات زیادی رو داره برای همین این داروها معمولا انتخابای آخر هستند خب امیدوارم که از این درس استفاده کرده باشین منابعی که میتونم بهتون معرفی کنم کتابهای فارماکولوژی کاتسون فارماکولوژی بالینی و فارماکولوژی پرستاری هست و کتاب های دیگه که در این زمینه نوشته شده که بهتری که باز هم مطالعه بکنید و امیدوارم که از این درس استفاده کامل رو برده باشین متشکرم